شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. روزتون بخیر. من از کانادا باهاتون تماس میگیرم. قبل از هر چیزی میگم حالا این قبیل حرفا رو هم دوست نداریم، ولی واقعا کاش از شما چند تا بود. یعنی من گفتم ولی یه دستگاهی الان که میدونید کلونینگ میکنن، ولی فعلا با گوسفندان در حدی که هست بدم نیست، ولی احتمالا تو همون ردیف میشه باشه. به هر حال ممنونم. واقعا اگه یک نفر باشه توی دنیا که من فقط بخوام بشینه صحبت بکنم و من گوش بدم شما هستی. یعنی این اتفاق هر روزم داره میفته ها، من هر روزم مدام شما رو گوش میدم. بنابراین متوجه شدم که من با یه فرد بیکاری روبرو هستم که کار نداره، دنبال بهانه میگرده وقتش رو بکشه. ولی خب به هر حال ممنونم از توجه و محبت جان. آقای دکتر، من 32 سالم هست، از یک خانواده 4 فرزنده، فرزند سوم هستم. دو خواهر دارم با فاصله های 3 سال و 1 سال و نیم بزرگتر از خودم و یک برادر 1 سال و نیم کوچکتر از خودم. مادرم از پدرم 1 سال و نیم بزرگتر هستن و پدرم ازدواج دوم ایشون بودن. ازدواج اولشون به اصطلاح عقد بودن و با دخالت های مادر بزرگ دیکتاتور هم از هم جدا میشن که ما از کودکی این مسئله رو میدونستیم و چون همسر اول مادرم هم رشته ایشون بودن، مثل ایشون معلم بودن و پدرم بعد از ازدواج با ایشون اجازه کار و تحصیل و حالا تحت تاثیر دخالت های اطرافیان و جوی که موجود بوده به مادرم ندادن و مادرم همیشه متذکر موضوع میشدن به ما و میگفتن که اگه دو نفر تو دنیا زندگی من خراب کرده باشن، یکی مادر بزرگتون یکی پدرتون، و همیشه این حس قربانی شدن مادرم به ما میدادن. و ما اینم بگم که در جریان ریز جزئیات اختلافات مادرم با خانواده پدریم بودیم و بدترینش که من یادم هست این بود که در سن زیر 7 سال من بودم. از این جهت یادم هست زیر 7 سال، چون دیگه 8 سالگی ما توی این خونه نبودیم. توی اون سن یه شب عمو و زنعموی من مادر منو به خونهشون دعوت میکنن و میخوان که من خواهرام نریم. مادرم، پدرم و برادرم میرن اونجا و ما سه تا خواهر پیش خالم میمونیم. جزئیات اون شب من کامل یادم هست. اون خاله من واسه ما قصه داشت از چند تا دختر که داخل قطار بودن تعریف میکرد و من هنوز تصویر سازی که اون لحظه از اون قصه میکردم رو یادم هست. بعد از اون یه دفعه یادم میاد که نیمه شب من با صدای داد و بیداد از خواب میپرم و مادرم رو در حالی که صورتش کبود و کتک خورده است میبینم و مادر بزرگم که گوشه خونه نشسته داد و بیداد رو تهدید میکنه و پدرم که دستش روی سرش توی گوشه دیگه خونه نشسته و مادر بزرگم با عصبانیت سیگار روشن رو کف دستش خاموش میکنه و دستش میسوزه و من هنوزم که هنوز صدای اون جیز جیز خاموش شدن سیگار مادر بزرگم رو یادم کف دستش. اون شب عمو و زنعمو و برادر زنعموی من مادرم رو کتک زده بودن به خاطر حالا سوء تفاهمی که به وجود اومده بوده و پدرم هم نتونسته بین اونو از مادرم دفاع کنه و من نه وقتی بزرگ شدم همون موقع در جریان ریز اون شب با توجه به خطر بزرگترا قرار گرفتم و مدام تصویرسازی میکردم لحظه که مادرم داشته کتک میخورده، برادرم ترسیده بوده و همش میگفتم موقعی که ما در حال قصه گوش دادن بودیم همه این اتفاقا داشته میافتاده و احساس میکنم اون شب ضربه خیلی بزرگی به من زده. حالا بماند که از این اتفاقات کم نبوده توی کودکی من. کلا رو تا توی خونه من بزرگ شدم که مادرم همیشه نقش قربانی داشته، از طرفی وسواس زیاد داشته به تغییر. ما تا مثالی چند بار به اصطلاح توی خونه بنایی داشتیم، تا الان هم این داستان ادامه داره. یعنی اگر شما وسیله امروز توی خونه مادر من ببینید، 6 ماه بعد یا 2 ماه بعد اونو نمیبینید. همه چی عوض شده. در مورد پدرم من همیشه ازشون خجالت میکشیدم، حتی صبح الکی خودم به خواب میدادم تا برن سر کار بعد من بیدار شم و هیچ وقتم یادم نمیاد توی خونه کسی منو بغل کرد، نه منو بقیه اصلا همدیگر رو بغل کرده باشه، لمس کرده باشه یا بوسیده باشه.
و یه موضوع دیگه هم که بود این بود که من بعد از دو تا دختر اومدم در حالی که خانواده منتظر پسر بودن و مادرم همیشه این گفت که من میخواستم تو رو سخت بکنم ولی مادر پدرم اجازه نداده و به دلیل که الان نمیدونم چرا استراب داشتم و توی مهد کودک نمیموندم مادرم منو مقصر درس نخوندنش میدونه چون حالا دیگه پدرم اجازه داده بود درس بخونه ولی من چون توی مهد کودک نمیموندم اجازه درس خوندن دیگه امکان درس خوندن نداشته. برادر کوچکتر من همیشه منو اذیت میکرد و همیشه من یادم که تنها سلاح من صدا زدن مادرم بود و اونم هیچ عکس العمل ریاکشنی نشون نمیداد در مقابل این اذیت ها. یه چیز بعد دیگه که یادم اینه که من برادرم رو لخت نشونده بودم و ازش عکس میگرفتم، اون عکس هم صفحه اول آلبوم بوده، لخت مادرزاد، یعنی انگار اون آلت مثلا چه افتخاری بود که ازش عکس بگیری صفحه اول آلبوم هم بذاری. و یه چیزی که واسه برادرم توجه منو جلب میکنه اینه که من با اغراق واسه همه توضیح میدادم که یه بار که مادرم خواب بوده برادرم چنگال داخل چشم من کرد و بیرون آورده، یه جوری که انگار واقعا این اتفاق افتاده. توی خونه من همیشه به حاضر جوابی و سرکشی و لجبازی معروف بودم، یعنی تنها کسی که مقابل مادرم میستاد در مقابل اون دهی که توی خونه داشت من بودم، ولی مرکز توجه خانواده و اطرافیان هم بودم چون ظاهرم با دخترای فامیل و خواهرام خیلی متفاوت بود و یه حس افراطی زیبایی داشتم. همیشه هم دنبال جلب توجه بیشتر بودم، برای زیبایی، هوش، استعداد، توانایی خواستم توجه بیشتر بگیرم از بقیه. و یه موضوع دیگه هم که از سن خیلی خیلی کم من رویای اینو داشتم که از ایران خارج بشم چون باز حس تفاوت به هم میداد و حس میکنم که همه اگر من این کار بکنم همه در مورد من صحبت میکنن و از کودکی هم اصلا احساس میکنم که همه دارن منو تماشا میکنن، حتی وقتی الانم که توی خونه تنها هستم احساس میکنم یه نفر یه جایی داره منو تماشا میکنه. شاید هم از این میاد که حالا معلم کلاس اول هم همیشه ما میگه من تو خونه شما دوربین دارم، هر کاری شما بکنید من میبینم. و همیشه هم خواهان بودم که نفر اول باشم، یعنی من کلاس اول ابتدایی دو روز مدرسه نرفتم تا معلم قبول کرد من مبصر باشم. از آغاز تا پایان تحصیلم هم همیشه مرکز توجه کل مدرسه، یعنی مدرسه 300 نفره حتی سال بالایی منو میشناختن چون همه کارهای هنری و تئاتر و مدرسه اونا روی دست من میچرخید. از سن خیلی کم شعر فروغ، فریدون، حافظ رو میخوندم و جوری که ناخواسته حفظ میشدم، یعنی خواهرم من همچه سعی میکنم نشه توتیوار میخوند تا بتونه مثل من حفظ شه. داستان مینوشتم، شعر میگفتم، یه کوه روزنامه داشتم از چیزایی که مربوط به سنم بود، بدون اینکه حتی یک جلسه کلاس زبان انگلیسی برم انگلیسی و سن خیلی کم به صورت روان صحبت میکردم. فیلم های زبان اصلی رو هزار باره تماشا میکردم در صورتی که خواهر برادرام مثلا حوصله‌اش نمی‌کشید این کارو بکنن، منم نمیفهمیدم ولی میدیدم، یعنی خودم اومدم دیدم که میتونم کامل صحبت بکنم، جوری که هر بار که امتحان آیلتس میدم ممتحن از من میپرسه با این لهجه زبان از کجا یاد گرفتی. توی این اوضاع هم خونه با افسردگی مادرم پیش میرفت، یه شخصیت وسواس، همیشه ناراضی، همیشه بیشترخواه و تا سالها درگیری خونه ما این بود که ما از شهرستان به تهران بریم و بعد از چند سال که این اتفاق افتاد ما رفتیم تهران، با وجود فروش خونه خودمون، خرید خونه توی تهران و ثبت نام توی مدرسه، فقط ما یه شب تهران موندیم و بهونه هم این بود که چون به خونه عمو نزدیک مادرم نمیتونه تحمل بکنه. اینا همه به این منوال گذاشت من در سن 19. نه نفهمیدم ماجرای خونه تهران چی شد عزیزم، با وجود که خونه خریده بودید یه شب موندید؟ خونه شهرستان فروخته بودیم، تهران خونه خریده بودیم، من که میل مادرم نقل مکان بکنیم، ولی ما اساس رو بردیم توی خونه تهران، یه شب موندیم، فرداش اساس رو باز دادیم برگشتیم و پدرم هم یه آدم منفعلی که هرچی مادرم میگن قبول میکنن. و اون وقت آخه تو به چه اون خونه که فروخته بودید به چه خونه برگشتید؟ برگشتیم خونه مادر بزرگم با یه شرایط خیلی بد، چهار پنج ماه صبر کردیم خونه گیرمون اومد، طبق عادت همیشه که مادرم یه سری برنامه‌ای توش انجام شد، یه سری وسیله ها از بین رفت، ما دوباره توی شهرستان مستقر شدیم. اون وقت خود پدر چون تا به حال هرچی شما صحبت کردید دور مادر به نوعی میچرخیده، پدر گفتید حالت منفعل رو داشت، اونو متوجه هستم، ولی واقعا درآمد رو که پدر می آوردن، مادر که کار نمی کرد، پدر نوع کارش چی؟ پدرم شغل آزاد داشتم ولی هر درآمدی که بود خرج خونه میشد، یعنی من مطمئنم اگر پدر من یه همسر دیگه داشتن که شرایطو بهتر میفهمدن از نظر وضع مالی الان توی جایگاه خیلی بهتری بودن، یعنی کسی بود که انقدر پول حروم نمیکرد. اوکی عزیز، خب برادر فاصلش با شما چقدر بود برادرتون؟ یک سال و نیم از من کوچیک‌تره.
ولی با وجود این توان آزار اذیت شما رو داشته، ولی خب از یه آم سنی به ببخشید، بعد خواهرم 1 سال و نیم از من بزرگترم، معذرت میخوام، برادرم 3 سال از من کوچیکتر، معذرت. آخه چون شما اشاره کردید که برادر من اذیت میکرد، حرف بله من این است خیلی که از اگر سه من سال کودکی، کوچیکتره، یعنی آخه تو زمانی که شما او مثلا حداقل باید 6-7 سالش میبود و شما 10 ساله بودید و اون موقع، برای که وقتی 1 سالشه که نمیتونه دختر 4 ساله را اذیت من کنه. از نه از زمانی که یادم میاد من اذیت میکرد، ولی نمیدونم چه سنی بوده، ولی از زمانی که من یادم میاد آخه میتونست دختر دو تا پاپ باهوشی وایسه هستید اذیت که میکرد، به این جزئیات توجه ویژه دارید. حالا اوکی، یعنی ببینید خود میدونم شما دو تا اذیت کردم، خواهرها چون وجودی که بله خواهرها با هم رابطتون چطور بود عزیز؟ خواهر بزرگم با من رابطهش خوب بود، ما بیشتر با هم دیگه میجوشیدیم، با هم دیگه خیلی سوسو بودن، یعنی کاری به کار هم دیگه نداشتن. اون یکی خواهرم که 1 سال و نیم از من بزرگتره، اون همیشه سعی داشت که، یعنی هر کاری من میکردم یه جوری من مثلا پیشرو بودم، هر کاری من میکردم دنبال روی من بود اوکی و به همین منوال گذاشت من وارد دانشگاه معماری شدم توی سن 19 سالگی و بعد تصمیم گرفتم که واسه مقطع لیسانس برم مالزی. از این جهت مالزی رو انتخاب کردم چون به شرایط مالی ما موقع بهتر میخورد. امتحان آیلتس دادم از دانشگاه خوب توی مالزی با رنکینگ بالا پذیرش گرفتم و توی همین بین هم به دلیل علاقه یه کتابی رو از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم، چاپ کردم، به خاطر این کتاب توی مجموعه های دانشجویی شرکت میکردم و حالم خیلی خوب بود اون موقع. کتاب پدرم در هم چه همیشه زمینه من ای رو بود؟ گردشگری، اوکی. چون پدرم خیلی فن کرد ما رو سفر ببره و این انتهای علاقه خانوادگی سفر رفتن و بعد توی سن 20 سالگی واسه یه سفر تفریحی همراه خانوادم رفتیم چین. یه دوست داشت اونجا پدرم که چند سال بود از طریق ایشون واردات داشتن به ایران و همیشه اسم این آقا توی خونه ما بود، به درستی، موفقیت و البته ثروت، و قبل از اینکه من ایشون رو ببینم از فکر موفقیت و ثروتشون منو قلقلک میداد. انقدرم اعتماد به نفس داشتم که مطمئن بودم ایشون منو ببینه من توجهش رو جلب میکنم. در مورد همه آدمای دیگه این احساس رو دارم، احساس میکنم من انقدر متفاوتم که نظر همه رو جلب میکنم. و بعد من دوست پدرم تو دفترشون دیدم و طبق پیشبینیشون از من خوششون اومد و به خاطر اینکه میدونستن ایمیل پدرم دست منه به من ایمیل دادن، تلفن دادن و ما خیلی اتفاقی 1 ماه بعد دوباره رفتیم چین، اومدن شهری که ما بودیم، ملاقات کردیم و گفتن قصدشون ازدواج هست. 13 چند سال از سال من از شما؟ بزرگترن. چند سال؟ چقدر از شما بزرگترن؟ 13 سال. خب تک فرزند هستن از یه خانواده‌ای که پدر و مادر تو انگلستان کالج رفته بودن، درس خونده بودن، ازدواج کرده بودن، همونجا بسیار ثروتمند و مسلط به زبان چینی و انگلیسی به صورت کامل، لیسانس زبان، فوق لیسانس اقتصاد و از لحاظ علمی کاملا شبیه یک کتاب دو پا هستن. ولی از نظر خانواده وقتی پدر مادر از انگلستان میان ایران، مادر ساز نسازگاری میزنه، پدر اهل مشروب و کاباره، خونه رو ترک میکنه و آفنان به مادر و پسر که خونه پدر بزرگ زندگی میکردن سر میزنه. مادر کار سنگین میکنه با وجود ثروت پدرش که امورات بهتره و همسر من انگار با مادر بزرگ بزرگ میشن توی جو خانواده که اصلا حالت نرمال نداره، یعنی دایی ها از فرط ثروت غرق در مشروب و مواد مخدر شدن، همسر من شاهد روابط نامشروع داییش با همه زنهای فامیل هست، شاهد مستی پدر، دعواهای مکرر پدر مادر هست، خاله ای که بچه 10 ساله رو رها کرده پیش مادر بزرگ و رفته انگلستان برای اینکه درسش رو ادامه بده چندین سال، تو این جو غیر طبیعیشون بزرگ میشن. و بذارید بعد یه سوالی بکنم. نصب کنید، صبر کنید، حرفی که میزنید مگر این آقا در چین نبودند؟ بله. خب این فامیل و اینا چگونه می دوربر بودن نه در نه چین من بودن؟ کودکی ایشون رو دارم میگم، میگم تو اینجا بزرگ شدن. اوکی عزیز، ایشون سن 27 سالگی خب آخر این چین. ها 27 سالگی رفتن چین، بنابراین بله. وقتی شما دیدید که 33 ساله بودند، 5-6 سال بوده بله. که چین بودن، ولی با وجود بله. به زبان بله. چینی هم مسلط بودن؟ کاملا مسلط، انسان خیلی باهوشی هستن. اوکی. میان بگم که داییشون به دلیل افسردگی و بیماری روانی میتونن که قرصهای اعصاب سنگین مصرف میکردن، بهشون برق میزدن از اون چیزای جزئی که من میدونم، و اگر با خاله ها یا مادرشون هم صحبت بکنیم مثلا خیلی کم متوجه میشین که یه مقدار صحبت کنیم متوجه حالت غیر طبیعیشون میشین. ما با وجود مخالفت های شدید خانواده من، ازدواج ما بعد از 3 ماه آشنایی انجام شد، یعنی و قبل از ازدواجم همه صحبت های ما حول محور پیشرفت، درس، موفقیت میچرخید، میگفتن که میخوام توی بهترین دانشگاه درس بخونی، هر جایی که قرار باشه تو درس بخونی ما اونجا خونه درست میکنی، و منم به خاطر اینکه پذیرش مال دروشان اصلا حرف چین رفتن رو نمیزدم و میگفتم من 2 ماه مثلا چین میمونم، 2 ماه میام پیش تو.
و یه مورد مهم هم که قبل از ازدواج بود این بود که ایشون گفتن یه خانم چینی هست و من علاقه داره و من درخواست ازدواج داده، من رد کردم، مشکلات فراوان توی زندگیش داشتیم، منم کمکش میکنم، تجاوز شده بهش، سخت کرده، الان هم ما هم خونه هستیم و من آقای دکتر از سر نادونی و اینکه احساس میکنم چه انتخاب عاقلانه‌ای دارم و حالا یه ویترین دارم درست میکنم که بقیه بحث جهجه کنن دوباره بگن چه ازدواجی کرد و با اینکه اصلا حتی ظاهر ایشون منو جذب نمیکرد و قبول کردم، گفتم من عشقی که این مثلا در کار نیست، حالا یه همخونه هم باشه ایرادی نداره و خانواده‌ام البته از این موضوع بیخبر بودن، با مدام با مادرم به خاطر اینکه مخالف بودن تماس میگرفتن، بهشون میگفتن که باید ایشون توی بهترین دانشگاه درس بخونه، لیاقتشو داره. بعد منم که بعد از مالزی به استرالیا فکر میکردم و با خودم احساس میکردم که این آقا داره یکم منو از پله اول میذاره پله دهم. شما در 20 سالگی با همسرتون 33 ساله در چین ازدواج کردید، اما داستان دو ماه چین، دو ماه مالزی و اینا رو نفهمیدم، یعنی این قصه چی بود؟ شغلشون به این صورت بود که باید سر کارشون میموندن. باید یه ذره بلندتر صحبت کنی عزیز نزدیک. بله شغلشون میگم به یه صورتی بود که باید چین میموندن، امکانی که بیان دائم با من یه جا بمونن رو نداشتن، ولی من الان که در این سن هستم میگم خیلی راحت میتونستن منو ببرن چین با هم زندگی کنیم، ولی توی اون سن خیلی کم همش بهانه برای من میآوردن که شرایط شهری که من توش هستم مناسب نیست، کار من یه جوریه که مدام نمیتونم بیشتر باشم، حواسم باید به کارم باشه، بهانه تراشی زیاد و در نهایت هم این کارو هیچ وقت نکردم و ما با هم ازدواج کردیم، حالا با به دلیل رقابت، به دلیل اینکه همه در مورد من صحبت بکنن، موفقیت و ثروت ایشون خیلی تو چشم من بود و بعد با مخالفت شدید خانواده با وجود بهانه‌ای که آوردن پدر مادرشون نیومدن به خواستگاری من، ما به سرعت عقد کردیم، یه عقد خیلی کوچیک و بی‌سرعت رو گرفتیم. علت مخالفت خانواده‌اش چی بود؟ خانواده‌اش مخالفتی با من نداشتن، اتفاقا مادرشون چون خیلی آدم ظاهربینی هستن و ظاهر من جلب توجه میکرد واسهشون خیلی موافق بودن و اینکه بگن که پسر من با یه دختر 13 سال از خودش کوچیک‌تر ازدواج کرده، مخالف از این جهت که انگار اصلا نمیتونن کاری برای پسرشون انجام بدن، حتی حاضر نشدن مثلا اون فاصله 3 ساعت از تهران تا شهرستان ما رو بیان واسه خواستگاری. نه خب میگم چرا مخالف بودن پس؟ نه خانواده من مخالف بودن شدیداً. خانواده شما مخالف، مادر یا پدر یا هر دو؟ هر دو. استدلالشون چی بود؟ پدرم معتقد بود که اولا فاصله سنیتون خیلی زیاده، دوما تو یه آدم دانشگاهی هستی، کتاب داری میخونی، میگفتی من خیلی درس میخوندم آقای دکتر، یه جوری که اول معلم درس رو به من میداد بعد من بشه. نه متوجهم، ولی خب آخه داستانه. بعد پدرم میگفت تو با یه آدم کاسب نمیتونی زندگی بکنی، این آدم درسته درس خونده ولی درس رو گذاشته کنار داره کاسبی میکنه، از طرفی همه آدم هایی که دارن میرن چین و ایشون باشون کار میکنه آدم هایی هستن که به اصطلاح مثلا خیلی سرد و گرم روزگار چشیدن، مثلا گرگ بارون دیده، اصلا خود این آدم باید چقدر گرگ باشه که همه اونا رو تحت کنترل بگیره. و مادر من به این جهت میگفتن که واسه ازدواجت خیلی زوده، تو هدف زیادی داری توی زندگی، تا اینجاشو پیش اومدی، حداقلش این که برو مالزی درستو بخون، این آقا تا این سن ازدواج نکرده، شما 2 سال 3 سال 4 سال درستو بخون، با هم دیگه توی این مدت باشید، هیچ مانعی هم وجود نداشت. حالا شما چه اشکالی داشتید که متوجه شدم می‌خواستید برید خارج، چرا در ایران نرید؟ مثلا اگر می‌خواید معماری کنید دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران، اگه می‌تونستید قبول بشید، چرا اونجا نه؟ آقای دکتر حس تفاوت این که همه دخترای فامیل ایران درس خونده بودن، همه دوستای من داشتن ایران درس می‌خوندن و بعد احساس میکنم که من الان قراره برم واحدی چند برگردم و تو ایران امکان نیست، اشتباه میکردم، قبول دارم. نه من کاری به اشتباهش ندارم، آخه اینکه میخواید فقط راجبتون حرف بزنم، ولی آخه مردم که اینو خیلی مهم نمیدونن، یعنی شما اگر در ایرانی کسی میگه من صبر کنید، میگفت که من رفتم دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، خیلی اعتبارش بیشتر بود تا اینکه من دارم میرم مالزی اونجا معماری بخونم. احساسی بود که من تو سن 21 سالگی داشتم واقعا. یه ذره صداتون که آهسته است، بلند است. احساسی بود که من واقعا تو سن 21 سالگی داشتم و فکر کردم اونجوری خیلی متفاوت ترم. خب این عقاید عجیب و غریب از کجا می آمد عزیز؟ این عقاید عجیب و غریب رو شما از کجا پیدا می کردید؟ که برای خودتون یه دنیایی بسازید، مادر مخالف، پدر مخالف، خودتون از ظاهر این آدم خوشتون نمی آمد، یه زندگی توی کشوری مثل چین، شما بعدا در ارتباط با کسی نیستید، یه پای دیگه شما هست مالزی،
شما جایی نیستید که ببینید توجه مردم رو جلب کرد. آخه مردم لباس میشن برن مردم ببیننشون، من پاشم برم مالزی یا چین که کسی منو نمیبینه دلم خوش باشه که اونا تو تهران نشستن راجع من حرف میزنن. اشتباه میکنم، درست میکنم. نه من کاری نرم به اشتباه، آخه میخوام بگم شما دختر بسیار باهوش و توانایی هستید، آخه یه مسائل دیگری مطرحه، یعنی چه چیزی اینقدر میاد شما رو متفاوت و غیر عادی میکنه، اونم وقتی که از راه خوب و درستش با توجه به تواناییاش کاملا میتونید به اوج برسید. چرا به جای اینکه مردم دنبال شما را بیفتن و خبرنگارا دنبالتون بیفتن که خبرساز شما باشید، چرا شما برید خبرنگار باشید که دنبال خبر بگردید؟ میدونید خیلی متفاوته که آدم دلش خوش باشه من یه خبرنگاری هستم که دو تا خبری رو ظرف یک سال گذشته اولین بار من دادم، این افتخارش باشه، تا اینکه همون آدمایی باشن که 100 تا خبرنگار به دنبالشون هستن. حالا البته ویژگی روانی شما رو یک کمی به دستم آمد، حالا شما صحبتتون ادامه بدید، فقط چون خیلی صداتون خوب و شفاف نیست ممنون میشم اگه بلندتر رو نزدیک گوشی صحبت کنید که مشکل شنونده ها نداشته باشن. به من بفرمایید. بعد آقای دکتر، ما روزی که ازدواج کردیم شب اول عروسی، خب ایشون از من خیلی بزرگتر بودن، قبلا تجربه رابطه جنسی رو داشتن و من صفر بودم و اون شب بدون هیچ ملاحظه ای و دلیل اینکه من چندین بار مقاومت کردم برای این کار، به من گفتن که باید بریم بیمارستان و من چک بشی ببینم که، چون خیلی از دخترها هستن این کارو میکنن و بعد میگن که توی همین مقاومت ها اتفاقی افتاده و بعد یعنی باکره نبودن، من در خودشون به جای باکره جا دادن و من به خاطر اینکه میدونستم دارم اشتباه میکنم ولی این کار با سختی خیلی زیاد کردم برای اینکه داستان تموم بشه. سه روز بعد از اینکه ما عقد کردیم ایشون رفتن چین و من رفتم مالزی. به محض اینکه من رسیدم مالزی، یعنی دو روز بعدش، من گفتم من الان از جو ناجور مالزی خبردار شدم، باید برگردی ایران بری دانشگاه تهران تا کارهای مهاجرت انجام بشه و من فکر کنم همه چیز تحت کنترل، خب ما حداقل تا سال آینده میریم دیگه، ارزشش رو داره این یک سال برگردم. برگشتم تو منزل مادرشون ساکن شدم، کنکور دادم قبول شدم و بعد وارد دانشگاه شدم و ایشون بعد از 3 ماه از ازدواجمون برگشتن ایران، با اصرار و تمنا و خواهش های من برگشتن، یعنی اصلا هیچ میلی نداشتن که بیان و من به صورت اتفاقی چت های ایشون رو با همون دختر خانم چینی که گفته بودن دیدم و فهمیدم مثلا رابطه عمیق‌تر از این حرف، اصلا بهشون نگفتن که ما ازدواج کردیم یا منی وجود داره. بعدم که بهشون گفتم بعد بهشون بگین، گفتن حساب بانکی به نام این خانم، اگه بفهمه ممکنه پولا رو ورداره، یعنی انگار که بسان دارین بچه گول میزنین. هر روز من رو میفرستن دفترهای مهاجرتی مختلف و سرم اینجوری گرم بود، خودشون هم بین ایران و چین در رفت آمد بودن و تو این وسط هم گفتن از خونه اون خانم اومدن بیرون رفتن دفتر میخوابن، بعد با کمک پدرم متوجه شدیم که دروغ میگفتن اصلا دفتر نبودن. توی این 9 ماهی که از ازدواج ما گذشته بود، من یک بار فقط چین رفتم، اونم منو خونشون نبردن، ما توی هتل ساکن شدیم، رفتار غیرعادیشون هم با این خانم میدیدم. هیچ وقت هم تماس تصویری از چین با من نمی گرفتن، من گفتن حالا اینترنت مشکل داره، بازم هم گول بدن و این کشمکش وجود داشت. این که اومدن ایران و بعد از 9 ماه و من در کمال نادانی باردار شدم، 22 سالم بود، 9 ماه از ازدواجمون گذشته بود، بارداری از طرف من ناخواسته بود، از طرف ایشون کاملا خواسته بود. ناگفتم نمید که تر این مدت من کاملا چک می شدم، ساعتهای رفت و برگشتم، اگر 10 دقیقه دیر می رسیدم باید تلفنی بهشون جواب می دادم، گزارش روزم رو باید کامل بهشون می دادم، تو دانشگاه حق نداشتم با کسی حرف بزنم و دائم کنترل می شدم و من در حالی باردار شدم که هنوز منزل مادرشون اقامت داشتیم و به دلیل مشکلات روانی مادر درگیری هم بین ما صورت گرفته بود و بعد با اصرار و خواهش و تمنای من و خانواده‌ام تصمیم گرفتم که یه جایی رو اجاره بکنم و من برم نقل مکان کردم اونجا تنهایی. 9 ماه دوران بارداری من با دعوا، ناراحتی، افسردگی، تنهایی گذشت و مادرم مدام از شهرستان میومد تهران پیش من، من مدام در حال التماس همسرم که من تنها هستم، بیا پیش من، تنهایی داره من اذیت میکنه و باز برای اینکه تنها نباشم و وقتی اومدن خیلی میخوام برگردن چین، من باز از سر نادانی پسرم رو 2 هفته زودتر به دنیا آوردم و وقتی پسرم 15 روزش بود ایشون باز رفتن چین و به هیچ عنوان هم اصلا اجازه نمیدادن من به مهاجرت به چین فکر بکنم. من موندم و یه بچه 15 روزه تنها، مادرم من بین تهران و شهرستان مدام در حال رفت آمد و من یک افسردگی که 35 کیلو الان اضافه وزن دارم،
دیگه اجازه درس خوندن ندارم، اجازه کار کردن ندارم، حتی اجازه دوست داشتن ندارم. حتی اگر مثلا من شعر میگفتم، اگر شعری اول کتاب من میدید که مثلا نوشته شده، اون میشد یه مدرک. اگر من اون شعر رو پاره میکردم، میگفت من یه مدرک از تو داشتم، اون یکی هم اونم پاره کردی. هر 3-4 ماه میومدن، یعنی بچه 15 روزه میدادن، 3 ماهه تحویل میگرفتن، 3 ماهه میدادن، 6 ماهه تحویل میگرفتن. حالا من یه سوالی از شما دارم، ایشون چه فایده ای براش داشت ازدواج با شما؟ برای چی با شما ازدواج؟ در حدی که شما اون موقع فکر میکردید یا الان؟ برای که شما دارید راجع به یک کسی حرف میزنید که از یه طرف نسبت به شما شک داره، از جانب دیگه کنترل میکنه، از نظر مالی یا کاری یا هر چیزی به شما احتیاجی نداره. به من بگید ایشون چرا خواست شما رو بگیره؟ فایده شما برای اون خودش خودش ادعا میکرد که اون اوایل که میگم من تو رو به خاطر اینکه توی این سن دختر فعالی هستی، من یه تراکتور میخوام، انتخاب کردم که با هم زندگی رو بسازیم. و بعد ادعا میکرد که من دوستت دارم، عاشقت هستم، دوست دارم زندگی بعدا که نه کنار شما بوده، نه کنار شما بوده، نه با هم بودید. شما ادعاش این بود که این تفکرات شرقی رو بذار کنار، که زن و شوهر باید همیشه پیش هم دیگه باشن، ما هدفمون چیز دیگه تو زندگی، روزی من و توی میرسه که اصلا اسممونم نوادگان ما یادشون نخواهد بود، ولی میگن این دو نفر این تغییر رو توی نسل ایجاد کردن، این دو نفر تونستن مثلا انقدر ما رو متفاوت بکنن. یعنی شما خودتون یه جوری خلوچل بودید، چون که از شما خلوچل تر اینجوری که دارید میگید، که شما اصلا دلتون به چیه که تفکرات رویایی. من حرفم این است که آخه ایشون نه با شما، با شما بودن که بگیم از نظر احساسی عاطفی جنسی، نه شما رو میبردن به چین، نه احتیاجی به شما داشتن، کسی یا کسان دیگری هم در زندگیشون بودن، نسبت به شما هم شک و سوء ظن داشتن که مبادا خلافی بکنید، یعنی احساس امنیت و آرامشی هم نمی کردن. من همچنان معطل موندم ایشون شما رو گرفتن. حالا پاسخی برای اون نداری، چون شما پاسخی برای کارهای خودتونم نداری. خب چه شد بعدش؟ و من باز در این بین از دکتر بنکه اون از اون افسردگی رهایی پیدا بکنم، شروع کردم باز نوشتن کتاب، تألیف کردم این بار. یه کتاب گردشگری دوباره نوشتم، مدتی که می‌نوشتم تشویق و بهراد چهچه آره بکن، به چاپ که رسید، همین که من رفتم با ناشر صحبت بکنم، با 1000 فوش و بد و بیراه و داد و بیداد این کارو کردم، ولی باز همه رو به جون خریدم رفتم و هر داستانی که اتفاق می‌افتاد نتیجه‌اش این بود که طلاقت میدم، بچه رو ازت میگیرم، کار میکنم با چراغ دنبالش بگردی، هرگز اصلا اسم تو هم یادش نیاد. ولی سر این موضوع ایستادم، کتابم رو چاپم، نوبت به پخشش گرفتم. خب فایده کتاب چی بود برای شما؟ شما وضعیت مالیتون که جا برم، حالا یه کتاب گردشگری که کار عجیب و غریبی نیست، مقدار اطلاعاته. نه آقای دکتر، من آدم بودم که آدم ساکنی نبودم، این آدم من بسته بود توی خونه، احساس میکنم باید یه کاری بکنم، من نمیتونستم بیکار بشینم. من میفهمم عزیز، ولی میگم آخه این مثل این که بگی من نمیستم تو خونه بیکار بشینم، هی باغچه رو میکندم، امروز میکندم یه چاه درست کنم، فردا پرش میکردم. خب آقای دکتر، یعنی شما... من مدام تصمیم بگیرم که برم کار مادریشون کار پوست بود، گفتم مدرکشون هم از انگلستان بود، به من میتونستن کار راحت یاد بدن و با همیشه باز یه مرکزی رو بزنیم. ایشون گفتن که هر کاری به این ترتیب بودن، یه مثال دارم میزنم، یه مافیا درست میشه که اگر تو بری این کارو بکنی، یه دختر میاد پیش تو، دوست پسرش میاد دنبالش، میگه کجا بودی؟ پیش فلانی بودم. ای شمارهشو به من بده، من بدم دوستم، بعد به تو زنگ میزنن. این مافیا همینجوری ادامه داشت. تنها چیزی که من میتونستم، کاری که میتونستم توی خونه انجام بدم و حرفی پشت سرش نباشه، اینه که کتاب بنویسم، حداقل تخلیه روانی بشم. آخه وقتی یه نتیجه و فایده ای نداره چه تخلیه ای عزیز؟ نه تنها زندگیتون غیر عادی است، کاراتون هم غیر عادی است. بله دکتر، من فقط جمع بکنم وقتی که حالا 11 سال از اون ازدواج میگذره و من 2 سال پیش با سختی فرازون خودم رسوندم کانادا، یعنی خانواده، همسرم، پسرم و من اومدیم کانادا 2 سال پیش. هیچ چیزی اینجا تغییر نکرد، من همچنان اجازه کار رو نداشتم و ندارم، درس، کار، حتی پرده خونه من نمیتونه 2 سانت بالا باشه، با وجود اینکه داره توی محیط و داره میونه یه چیزای خیلی، خودش میدونه کارش غیر عادیه و میگه من فکر کنم من روانیم، فکر کنم من دیوانم، ولی به خاطر زندگی تو مثلا به خاطر شوهرت این کارو بکن. الان من به معنی رسیدم که دیگه با پسرم نمیتونه منو تهدید بکنه،
و مقدار پسندازی هم دارم که بتونم خودم بکشونم تا بخوام کار پیدا بکنم. میدونم از لحاظ مالی خیلی 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 پایین میان با توجه به اینکه من 2 سال اینجا، ولی از کسانی که حتی 10-20 سال اینجا دارن زندگی میکنم از لحاظ مالی توی رفاه خیلی زیادی هستم. میدونم خیلی پایین میام و ولی احساس میکنم روح من دیگه خسته شده. رابطه جنسی ما 1 سال خورده به طور کامل دیگه قطع شده، چون همیشه من مجبور به این کار بودم و مثل یه قرارداد بود. الان دیگه اصلا نمیتونم و با خودم خیلی فکر میکنم، احساس میکنم که با خودم میگم فکر کن این آقا نه آقای دیگه میبینم، با هیچ کس نمیتونم، اصلا دوست ندارم کسی دیگه به من دست بزنه، انگشت کسی به من بخوره. از لحاظ روحی خیلی خستم و احساس میکنم که، ولی از لحاظ مالی شرایطی ندارم که پسرمو با خودم ببرم، پسرمو نمیتونم انقدر وضعیت مالیشو بیارم پایین. میخواستم یعنی چی ببرید؟ کجا ببرید؟ اگر بخوام جدا بشم و پسرم رو بگیرم، شرایط مالی پسرم خیلی میاد پایین و نمیدونم این چه تأثیری میتونه شما امران آخه اصلا من تعجب میکنم از حرفا و استدلالش. شما الان چه مدتی است کانادایی؟ 3 ساله؟ 2 ساله. 2 سال با همسرتون و پسرتون کانادایی؟ بله. ستایی با همید. ایشون وضعیت مالیش، خونه، زندگی که برای شما تدارک دیده چگونه است؟ عرض کردم خدمتون توی رفاه خیلی زیاد، یعنی بسیار خوب. چقدر سرمایه رو منتقل کردن؟ چقدر سرمایه شون یا درآمدشون منتقل شده به کانادا؟ یه بیزینس اینجا راه اندازی کردن که من اصلا در جریان ریز کاراشون نیستم، ولی در حد اون چیزی که من خبر دارم اون بیزینس هست و هزینه‌ای که داره هر ماه از ایران واسهشون میاد و از ایران و چین، ولی برای من و پسرم در حد خونه و ماشینه. یعنی چی در حد خونه و ماشینه؟ خب شما در اونجا زندگی میکنید، خونه که خریدید مثلا از قیمتش چند؟ یعنی که من در جنه ریز جزئیات مالیشون بیزینسشون نیستم. اصلا مهم نیست. خب خونه که خریدید چند خریدید میدونید؟ نه خیلی. حدس میزنید چقدر تقریبا؟ واقعا حتما نمیتونم بکنم واقعا. آخه عزیز من، شما چرا یه دفعه یه دختر باهوش توانایی تبدیل میشید به یه آدم بیهوشی که آدم فکر میکنه خوندن و نوشتنم بلد نیست؟ چطور نمیدونم؟ نه میدونم یه دام پیمنتی دادن، ولی اینکه حالا قیمت خونه در نهایت چقدر میشه واقعا نمیدونم. آخه چطور ممکنه؟ آخه یه بحثی صحبتی میشه راجبش برای دور براتون؟ ما اصلا با هم حرف نمیزنیم، مدت شاید 1 ساله. حالا شما وقت بعد تنها نگرانی تو این اساس هم من تجربه کنم که پسرتون زندگی که پدر مادر توش حتی حرف نمیزنن، رابطه هم ندارن، نگرانی شما فقط این است که به جای خونه مثلا 3 اتاق خوابه یه اتاق خوابه خواهد بود یا 5 اتاق خوابه یه اتاق خوابه. چه اهمیتی داره این موضوع؟ به سلام شما که با من باشه یا پدرش؟ مثلا نمیفهم، من نمیدونم مثلا شما پدرش میخواد کجا زندگی کنه، کانادا یا میخواد بره چین؟ نه کانادا میمونه. پسرتون چقدر چینی میدونه؟ اصلا نمیدونه، فقط انگلیسی و فارسی میدونه. بنابراین شما هم که اونجا هستید، بنابراین حالا شما اگر به ایشون پیشنهاد جدایی بکنید، فکر کنید واکنش ایشون چیه؟ اوایل مقاومت میکرد ولی الان خودش هم موافقه. خب اگر ایشون موافق هستن، شما برای چی تو این زندگی موندید؟ نه من اصلا موندن تو این زندگی میخواستم که پسرم با من بمونه یا با ایشون. اولا همه این چیزها میتونه تغییر بکنه، بعد صلاح اینه که پرو هر دوتون، بعدم مهمه که پسرتون چی میگه. الان اگر یک کسی به پسرتون بگه فارغ از هر گونه نگرانی بگو ترجیح دین است که بین پدر و مادر چگونه باشی، پسر شما تصمیمش چه خواهد بود؟ هیچ جوابی نمیدم، من به شکل‌های مختلف هم سوال کردم، میگه هر دو. نه به هر حال باید این هر دو میخواید 5 روز هفته کجا باشی، 2 روز شنبه شنبه کجا باشی؟ چون بهترین تقسیم هر دو شما دو تا بهترین پرنس هستین و من میخوام چه هر دوتون باشم. سگا خانم شما پرت و پرا تو عمرتون جواب دادید به مسائل، چرا به پسرتون اجازه این حرف رو بیخودی میدید؟ هیچ آدمی که نمیتونه بگه من نظر درباره یه موضوعی ندارم. اینکه هر دو ما رو داریم جدا میشی، میخوای 5 روز پیش من باشی یا 5 روز مدرسه تو پیش پدرت؟ این سال که حالا تازه مدرسه ها نیست تا باز میشی، شما همین تقسیم بندی رو دارید. بنابراین بر اساس حالا همسرتون میگه چگونه تقسیم بندی داشته باشه؟
ایشون کسانی که یه بار این بره یه بار اون بره، یه بار میگه من کامل ازش میگیرم، بهترین وکیل رو میگیرم که اصلا تو نتونی ببینیش هیچ وقت، یه بار میگه که من جفتتون رو میذارم میرم اصلا نمیخوام ببینم اتون. سرکار خانم، شما که نمیتونید در یه دنیای بدون واقعیت و بدون توجه به قوانین این حرفا رو بزنید. چون بهترین وکیل که سری 700 تا وکیل بگیرن که نمیتونن بچه‌ها از شما بگیرن. آخه این حرفا چیه؟ شما چرا یه دفعه تبدیل میشید، ببخشید، به یه آدم نادانی که واقعا من حرفای ایشون رو دارم واقعا منتقل میکنم. چه اهمیتی داره جناب ایشون؟ ای برگشت به شما گفت شما شاخ سب کنید، من دارم از شما سوال میکنم ای به شما چیه؟ میگید ای به من دو تا شاخه. میگم چرا دو تا شاخه؟ میگید شوهرم میگه من دو تا شاخ دارم. آخه حرفا بی خودیه، ایشون چه اهمیتی داره که چی میگه؟ اصلا چه اهمیتی داره؟ نهایت اگر ایشون بخواد تصمیم بگیره، فکر میکنم که به خاطر شرایط شغلیش بچه رو به من بده. اگر تصمیم بگیرید. ولی چه اشکالی داره؟ شما دلتون میخواد بچهتون کنارتون باشه؟ صد درصد بله. پس تموم شد. ایشون که میخواد، شما هم که میخواید، پسرتون هم که شما میگید بی تفاوت و نظری نداره، که حتما داره. این واقعیت دیگه. شما چرا تمام مسئله زندگیتون شده موضوع پسرتون؟ شما دوتا اگر بله. من که پیشنهادی ندارم، نظری ندارم، شما دوتا اگر میخواید جدا بشید جدا بشید. این که زندگی اقتصادی شما بدتر میشه، من نمیدونم این آدمی با اون ثروت افسانه‌ای که شما در آغاز راجبش صحبت کردید چطور نمیخواد خرج فرزندشو بده و فرزندشو در شرایط سخت و تلخ و بدی بذاره، در حالی که اون نظری داره نه گناهی داره، تازه هم میگه دلم میخواد پروی هر دوی شما باشه. پس پدر دیگه قرار نیست علیه فرزند شورش کنه و بخواد فرزندشو آسیب بزنه. من چیزی در احتمالا ایشون نمیبینم. شما یکی از دو مرتبه یه بازی در آوردید و اون بازی تو اینه که دلتون نمیخواد بین 70 یا 70 تا آدم خل و چل و دیوونه و احمق و ابله و بدبخت و بیمار و بیکار برن بگن طلاق گرفت. شما ناراحتیتون سر این رابطه. برای که اصلا تیپ نمایشی هیستریانی که شما همراه با منیک دیپریشنتون، برای که معلومه هم دو قطبی هستید، هم حالت هیستریانیک دارید هم خودشیفتگی دارید عزیز، اصلا کارهای شما که هیچ با ارتباطی با واقعیت نداره. اصلا دختری با این توانایی هوشی و عقلی و استدلالی، شما میتونستید یکی از بهترین وکلا باشید تو امریکا یا تو ایران یا تو کانادا. یعنی این توانایی که من در شما میبینم، شما درست مثل یک کامیون 18 چرخ میمونید که روی خودتون یه وزنه یک کیلوی گذاشتید، از کانادا مثلا از این وره یا اون وره میخواید برید یا لس آنجلس یا نیویورک، یک کیلو روی یک کامیون 30 تنی. و این مسخره بازی عجیب و غریب رو در آوردید با بوزوا و بهانه‌ای که اصلا مسئله ساختنه، هیچ مسئله‌ای ندارم که شوهر من اینو میگه ازت میگیرم میبرم میارم میمونم نمیرم. اصلا چه اهمیتی داره که این حرفا چی زده میشه؟ اگر ایشون اینقدر عجیب و غریب حرف میزنه، شما تو این مدت اصلا چه کردید؟ این مرد افسانه‌ای که شما میخواستید به خاطر ازدواج با او در ایران 50 تا آدم خود و 40 راجع به شما یه نظری داشته باشن، همچی ثروتی من نمیبینم. شما حتی نمیدونید قیمت خونتون چقدره. اصلا نمیخوام وارد جزئیات بشم، یعنی کاملا پیداست که شما برای خودتون یه دنیایی رو تو ذهن و خیالتون همینجوری میبافید و میرید. الان هم پرسش شما اگر اینه، یک فرزند شما 11 سالشه میتونه نظری داشته باشه که اون نظر باید محترم شمرده بشه، دوتایی اگر دارید توافق میکنید هست، اگر قرار است کانادا بمونید شما که میمونید، پسرتون هم که میمونه، حالا همسرتون اونجا موند، میتونید با یه ترکیب بچه رو داشته باشید، بچه تکم هست اونقدر مهم نیست، از خواهر برادرم دوری نمیشه. اگرم ایشون برگشتن به چین یا هر جای دیگه که فرزند با شما میمونه، هر وقت که آمدن پدر و فرزند میتونن هر مقدار که دلشون میخواد با هم باشن. بعدم اینکه شما از نظر مالی دچار مسئله و مشکل میشید، اولا چطور ایشون شما رو، یعنی پسرش رو بی پول بگذاره، خانواده شما چرا این موضوع رو نادیده بگیرن؟ برای شما خودتون میتونید کار بکنید و یه درآمدی داشته باشید و اصلا برای بچه مهم نیست که تو خونه ای که زندگی میکنه، وقتی در این حد از آرامش و محبت و مهربونی هست، 7 اتاق خواب دیگه باشه یا اصلا اتاق خوابی غیر از همون یک یا دو اتاق خوابی که درش خوابن نباشه. بچه 2% هم تو زندگیش اهمیت داره، مدرسه هم که داره میره در یک کشوری مانند کانادا، مدارسی میره که همه میرن،
و حتما باید مدرسه پرایوت خاص که نمیخوام بره، ولی که اون کار درستی نیست. میره یه مدرسه معمولی عادی، از همه مزایا و امکانات یه چنین کشور پیشرفته هم برخوردار. ولی در کل آقای دکتر از نظر شما این کاری که من الان دارم میکنم یعنی تصمیم به جدایی کار عاقلانه این هست؟ مثلا این فهم شما چی دارید؟ کدوم کارتون عاقلانه و واقع بینانه و مسئولانه نه آقای بوده که خب من یکی باز نمیخوام اشتباه بکنم، یعنی مثلا مسئله اشتباه دوباره نیست، شما میخواید جدا بشید. عزیز من شما دارید زندگی رو توصیف میکنید که زندگی زناشویی نیست، میگید ایشون هم موافق هستن که ما جدا بشیم، که اصلا دلیلی نداره که شما درباره طلاق سوال داشته باشید. یه ازدواج غلط بی‌معنی تو خالی بگونه که شما توصیف میکنید، همسرتون هم که حاضر به جدایی هستن. تموم شد. حتی این مخالفت سنگین پسرتون هم داشته باشه اصلا معنایی نداره، چون فقط یه نظر تخیلی. اینم بگم آقای دکتر بار اینجا دا یعنی به همه بار مسئولیت رو دوش من میندازن، میگن تو زندگی اصلا نابود حالا کردی. خب باش، کی به شما این زنده عزیزم؟ شما واقعا خود و چلی تا زندگی که هیچی توش نیست شما نابودش کردید. خب گری کردید، باز شما چرا فکر میکنین یه کسی میره اینجایی میگیرین؟ شما چرا فکر میکنین الان در اخبار CNN در سراسر جهان طلاق شما اعلام میشه و مسئول رو شما میگیرن؟ واقعا اصلا عجیب و غریبی دکتر. نه آقا دکتر در نمیاد. حالا آدم ها برای من رفتن کنار، میگه من برای دفاعم در آینده توضیح میدم که مادر تو ساز ناسازگاری زد. ابسولوتلی ابسولوت. شما الان عزیزم اصلا پرتو عزیزم الان یک بر میداری به زبان شیرین انگلیسی مینویسی به این وسیله اعلام میدارم که این جانم بدترین دختر دنیا، بدترین زن دنیا، بدترین مادر دنیا، فاسدترین، بدترین، هر چی دلت بخواد هستم و از این بابت متاسفم. لطفاً مرا ببخشید. امضا میکنید میری دست پدر شوهرتون و دست پسرتون. این منم که نگران نباشید که 5 سال 10 سال دیگه پدرش برمیگرده بهش میگه. و شما وقتی به پسر بزرگوارتون بگید من و بابات اینجوری ازدواج کردیم، ما یه سال و نیم با هم هیچ رابطه جنسی نداشتیم، پسر میگه خب بعد دیگه همش تقصیر توه. اصلا پسر میگه تقصیر توه، چه اهمیتی داره؟ آیا واقعا برای پدر و مادر بر اساس وقتی تصمیم درست میگیرن یا بر اساس آنچه که خودشون فکر کنن درست عمل میکنن مهم اینه که پسرشون بگه تقصیر بابام بود یا مامانم بود؟ شما چرا فکر کنید همچنان قضاوت و نظر یا حرف دیگران هر کی میخوان باشن مهمه؟ اصلا چه اهمیت میده؟ چون احساس میتونم دارم در مورد زندگی اونم من تصمیم میگیرم در مورد زندگی. اصلا شما چه تصمیم میگیرید؟ چه تصمیم میگی؟ چه زندگی شما داره؟ میتونه با پدر مادر باشه و من دارم این کار رو یعنی کدوم پدر و مادر؟ من اصلا باورم نمیشه عزیز، من اصلا باور نمی کنم شما چی سر هم شما همینجوری در مفهوم شعاری خالی کلمات موندی. کدوم پدر مادر؟ کدوم زن شوهر؟ کدوم ازدواج؟ کدوم رابطه؟ اصلا چی داری درک میزنی؟ با پدر و مادر باشه؟ این چه جور پدر مادریست که همچین زندگی رو برای بچه شون درست کردن؟ اونم تازه یه دونه بچه آوردن، اونم از جای مختلف به جای مختلف کشیدن. نه بازی در نیاری، شما زندگیتون اگر اینه، اگر میخواید جدا بشی، اگر همسرتون موافقن با جدایی تمومش کنید. اگر شما مخالفی، اگر ایشون مخالفه، برید پروه یه مشاوری روانشناسی تا به یه توافقی برسید و مطمئن باشید انتخابی که میکنید انتخاب درستی. به هر حال مواظب خودتون، همسرتون و فرزندتون باشید. خوش آشنام باید سمار خیلی شما دیگه همراه بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام بفرمایید. مزاحمتون شدم. من الان روی رادیو هستم. بله روی خط هستید، بفرمایید. بله من ببخشید نمیدونم از کجا باید شروع کنم. راجبه چی اومدید روی خط صحبت کنید عزیز؟ من یه مشکلی یعنی به خاطر تجاوز توی کودکی، تجاوز طولانی توی کودکی الان خیلی مشکل دارم، میخواستم ازتون کمک. شما الان چند سالتونه؟ من الان 40 سالم. ببخشید خیلی هیجان زده میشم. من متوجه هم عزیز. 40 سالتون از کجا تلفن میکنی؟ بله من از فرانسه تلفن میکنم. چه مدتی است که فرانسه یا اروپا هست؟ من اقامت فرانسه رو داریم، من و دو تا دخترم، ولی ایران هم میرم به خاطر اینکه من پزشک متخصص هستم و درآمدم اینکامم یعنی در واقع از ایرانه و خیلی هم پوزیشن خوبی دارم، خیلی هم راضی هم از اونجا، منتها به خاطر شرایط بچه ها خب اینجا هم اقامتش رو داریم. خب اقامتش مهم نیست، در زندگی اصلیمون ایرانه.
اوکی، بچه ها چند ساله هستن؟ بچه ها 12 سالشون، دو قلو هم، دو تا سرن دختره، دختر دو دختر دو تا دختره، بله، دو قلوی 12 ساله اداپت شده. اداپت شده؟ بله بله. پس داستان چی؟ از چه سنی اونا رو اداپت کردی؟ نه خیلی، اونا خیلی به من کمک. من خب شو من اجازه بدید، نمیخوام خیلی وقتتون رو. پس حالا اگر میدونید خودتون هر جور ما یه رسید بفرمایید. بله، اگه شما اجازه بدید من از یه ذره قبلتر شروع کنم. من توی شهر خیلی کوچیک، یه شهرستان خیلی کوچیک به دنیا اومدم. توی خانواده‌ای که پدرم معلم بودن و سطح اقتصادی خانواده‌مون خیلی پایین بودن، در واقع فقیر محسوب می‌شدیم به خاطر آدمای زیادی که باید پدرم ساپورت میکردم، مادرم خونه دار بودم، 5 تا بچه بودیم، من دومین بچه بودم، عمه و پدر بزرگ و اینا هم همه دیگه با ماها بودن و یه خونه های تو در توی قدیمی و کار زیاد و بچه زیاد و اینا. توجهی هم معمولا به دخترها نمیشد اونجا. ما دوتا دختریم، یعنی من بچه دوم، من برادر دارم بزرگتر خودم و خیلی زندگی سختی بود. ولی خب حالا اونجا چون عادی بود خیلی، شاید اونقدر من به نظرم نمیومد که عجیب باشه، تا اینکه 10 سالم که شد یکی از اقوام پدریمون که تهران زندگی میکردن خیلی به نظر اینا رسپکت بودن، خیلی خانواده ثروتمند و خیلی مثلا انتلیکشوال اون موقع، و یه پسرشون که مثلا اون موقع 27 سالش بود که من 10 سالم بود، تازه فوق لیسانس گرفته بود از دانشگاه تهران رشته صنعتی، و دیگه دلایل حالا اون موقع دیگه جوابی اون موقع مجبور شده بود بیاد اونجا. و پدر منم اصرار که با خونه ما زندگی کنی، من نمیذارم مثلا جای دیگه بری. از وقتی که این وارد زندگی ما شد، خب چون خیلی همه بهش احترام میذاشتن و منم یه بچه‌ای بودم که از بچگی تا همین حالاش هم نمیدونم مثلا چرا از ذره قیافه واقعا به نظر خودم متوسطم، ولی همه خیلی منو دوست داشتن همیشه و دارن لطف دارن. نمیدونم حالا یه جوری که همیشه بچه بود من میگفتم دوستام گفتم مهره ما داشت، مثلا خیلی عجیب نبود که این آقا به من توجه میکنه. همه اصولا منو دوست داشتن، جا آدمی بودم، میخندیدم، فانی بودم، خیلی با مشکلات خوب کنار میمدم. ولی یواش یواش شروع شد از همون روزهای اولی که اومده بود اونجا، اولش با تاپچو بعد دیگه با چیزهای دیگه. و این آقا 2 سال و نیم اونجا بود که بعد به اجبار مجبور شد از اونجا بره. تو این 2 سال و نیم خب شما فکر کنید من اصلا بالغم نشدم تا وقتی که اونجا بود و خیلی بد بود. یعنی هر جایی که من دیگه می آوردم، یعنی اگه شانس می آوردم یه شب دو شب یا نبود، یا اینکه بالاخره یه جایی تو اون خونه های قدیمی منو گیر می آورد و با تهدید و با اولش می گفت من سرطان دارم می میرم اگه این کار نکنم می میرم، اصلا نمی دونستم این چه چیزی. ولی بعدا یواش یواش دیگه تهدید می کرد، سرمو می کوبید به دیوار. بعد من سعی می کردم به پدر مادرم بگم شما فکر کنین تو اون شرایط اونجا اصلا دختر کمترین اهمیتو داشت. اون آقا بسیار محترم بود، باباش بر بابام خیلی عزیز. من غیر مستقیم میگفتم خب مثلا این چرا باید اینجا باشه، اصلا به من میگفتم به تو چه ربطی داره تو، من میگفتم من راحت نیستم، گفتن تو خودت تو جمع کن. از این حرف اصلا کسی باورش نمیشد که این اتفاقا داره بر من میفته. من هر شب 2 سال و نیم گریه کردم و بعد از اون همچنان ادامه پیدا کرد، خودزنی میکردم اصلا. ولی بچه خیلی زرنگی بودم، یعنی دیگه برای اینکه از اونجا فرار بکنم مثلا از اون محیط، چون با خیلی جای ناآرومی بود. بذارید من ازتون یه سوالی بکنم عزیز، آیا این فقط تچ و لمس بود یا بیشتر حتی نه نوعی؟ بیشتر و این چیزی بود که برای شما بسیار آزار دهنده؟ یعنی عوارضش من بعد هم داشتم. باشه، اوکی. و این فقط شبها بود یا روزام گفتید؟ نه، اگه هم مثلا منو جا بله بستگی داشت کجا و کی. یعنی خیلی اصلا الان دارم براتون میگم نمیتونم خیلی از این موضوع، من خودم بعید میدونم اینجوری حرف بزنم. ولی بعدش دیگه خیلی تون تون درسام خوندم، یعنی تو تابستون هم میخوندم، 16 سالی که اومدم دیگه دانشگاه، بعد خیلی سریع خوب پزشکی میگرفتم، بعدش تخصص بعد خوب تخصص تو پزشکی عمومی با یه پسر آشنا شدم که
با هم ازدواج کردیم. خب اونا سطح خانوادهشون از ما خیلی بالاتر بود، تهرانی بودن. اونم اول اینکه من ارتباط جسمی برقرار کردم با اون، واقعا یعنی هیچ وقت کنم به اون استاندارد نرسید. هیچ وقت 6 ماه طول کشید تا من اجازه بدم تاج کنه. اولین ارتباطم بود بعد از اون داستان تو 22-23 سالگی، یعنی 10 سال گذشته بود. ولی او متوجه این که شما به خاطر گذشته آسیب دیدید نشد؟ نه. و چه سنی بودید اون موقع؟ شما چند سالتون بود؟ که ازدواج کردم؟ بله. مثلا 24 دیگه رفتیم زیر یه سن. و نه، و شاید هیچ وقت با اون نتونستم این مشکل رو حل کنم، چون هیچ وقت نتونستم حرفش رو اصلا بزنم. بعد ولی به خاطر این، نه به خاطر اینکه خانواده‌شون خیلی 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 منو تحقیر میکردن و خانواده‌ام اونو خیلی مسخره میکردن، اصلا اصولا این ازدواج سر نگرفت درست حساب. یعنی بعد چند 4-5 سال فقط در حد این که ما این بچه رو ادابت کنیم دیگه از هم جدا شدیم. نه بیشتر، 7-8 سال میشد الان همیشه رو قاطی کردن. این بچه ها در چه سنی بودن که شما اونا رو ادابت خیلی کردیم؟ بچه هایی بودن که میبوردن برای چکاپ پیش من. من خودم بسته بودم. نه متوجه، ولی مثلا چه سنیشون بودن؟ 6 ماه نه، تا برسن دست من 6 ماه با همه قانوناشون. ایدنتیکال بودن؟ یکسان بودن یا متفاوت بودن؟ نه ایدنتیکال. اترنال بودن. اوکی. اصلا نمیدونم واقعا تو اینا نیستن. ولی اونا خب خیلی قبل از بچه ها من دوبار سویساید کردم، خیلی کار بدی کردم میدونم، ولی دوبار خیلی خیلی جدی و هر دوبار اصلا این به صورتی معجزه آسای من نجات پیدا کردم. برای اینکه از چه طریقی خودکشی میکردی؟ جونم از چه طریقی خودکشی میکردی؟ خب چون داروها رو میدونستم کامبینیشنشون کدومش رو تب میکشه، اونا رو قاطی میکردم با هم میخوردم دارو هر دو دفعه. ولی هر دو دفعه میگه اصلا جور عجیبی، یعنی اگه مثلا شما تو زندگی من بودین، یعنی واقعا آدم میگه انگار یه چیزی میخواست من نمیرم، برای اینکه همه حساب کتاب هم درست بود. ولی نشد تا اینکه وقتی بچه ها رو آوردن، خب اون به خاطر صدمه هایی هم که از همسرم بردم هم خیلی تو کمک میکرد، ولی همیشه این کابوس های اون آقا همراه من بود. اون 2.5 سال هیچ وقت نتونستم باگش کنم، با اینکه تراپی زیاد رفتم. دیگه الان دوستای خودم همه با من، مثلا 2-3 تاشون که باشون نزدیکترم راجبش حرف زدم، اصلا نمیشه آقای دکتر، نمیشه. بعد اون البته ازدواج کردم با یه آقای دندون پزشک، خیلی باش از اول خوب برخورد کردیم، موقعی بهشون توضیح دادم، ایشونم خیلی خیلی خوب رفتار کردم با من. با ایشون من هیچ مشکلی ندارم، نه با بچه هام نه با خودم، هیچ. الان خوبه همه چی، ولی همش کابوس میبینم، نمیدونم اصلا ما چی کار کنم. بعد بله. مثلا فکر کنین از تو با پدر و مادرم ارتباط داره، هنوز کاناداست البته، اون دیگه از همون سال رفت کانادا، زندگی خوبی داره، نمیدونم. من ناراحت نیستم، دوست دارم زن و بچهش خوب باشم، ولی همش همیشه تو ذهنم اینه که خب این نباید مثلا یه جاستیس نباید در مورد این، نباید کسی بیاد بگه خب چرا این کارا رو کردی. درسته الان خیلی گذشته، 30 سال از نه کم تا 28 سال گذشته، ولی یعنی انگار هر روز منو میکشن. چجور بهتون بگم، نمیتونم اصلا، نمیدونم چرا. خیلی سعی کردم آقای دکتر، یعنی شما واقعا دیگه به عنوان این که حاضر ترین آدم این، من به شما زنگ زدم یه کاری بکنین، من از این کابوس رو نجات بید. ببینید دلم حتما اون به صدای اعمالش بیاد، حداقل بفهمیم. ببینید عزیز، این متوجه هستم، این حال شما 2-3 موضوع رو با هم مخلوط کرده که اینقدر برای شما سخت و سنگین شده. یکی اینکه یه پرسشی تو ذهنتونه که مثلا چرا من و چرا دیگران مواظب و مراقب من نبودند. بله. و یا دومین مسئله برمیگرده به اینکه او چرا با من برای همچین مدت طولانی چنین کرد و ضمناً بعد از اونم رفت و ظاهراً اتفاقی هم برای او در زندگی نیفتاد، یا همطور که اشاره کردید
نه توضیح داد چرا این کار کرده، که البته هیچ توضیحی نه نداره، عذرخواهی هیچ کردم. حرفی، نه عذرخواهی، و نه اون اونقدرها شما فکر میکنید میتونست مؤثر واقع بشه. البته تو یه سنینی شاید، ولی نه بعد از اینکه همه چیز به نوعی تمام شد. میدونید مثل اینکه من رو محکوم کنن به 10 سال زندان، بعد اگر بعد از 1 سال 2 سال متوجه بشن منو بیرون بیارن، من یه احساس دارم، ولی اگر من 10 سالم رو گذروندم و بعدش بیان و معذرت خواهی کنند، اون موقع فرقی نمی کنه. یعنی تازه برخی از اوقات به جای اینکه اوضاع رو بهتر کنه، انسان رو خشمگین‌تر و ناراضی‌تر می کنه. و بعدش هم مسئله‌ای که وجود داره این هست که او متوجه بشه یا نشه، که البته این مسئله اینقدر پیچیده است عزیز، که بسیاری از اوقات در برخی از جوامع یه چنین اتفاقاتی که به عنوان شرایطی یا فرصتهایی پیدا میشه، واقعا به خوبی و بدی آدم ها ارتباط نداره، برمیگرده به یه برداشتی که این رو چی و چگونه میبینند و یا متوجه نیستن که این چه تأثیراتی و یا اثراتی میگذاره. و غالب اوقات چون مصاحبه هایی که در این زمینه با این افراد شده، بیش از 90% حتی متوجه 1/10 آسیبی که میتونستن بذارن یا بذارن نیستن. یعنی فقط مثل اینه که من فرض کنید در یک آن غفلت کنم و ماشینم بزنم به ماشین یک کسی و اون آدم یه ضربه مغزی پیدا کنه بمیره. یعنی اصلا این چیزی که مثلا من سرعت حتی 10 کیلومتر یا 10 مایل بوده و یه ذره حواسم پرت شده، و معمولا هم همطور که هست کسی به خاطر این تصادفی نمیمیره، ولی اتفاقا اونجا یه شرایط خاصی بوده که اون آدم مثلا مرده و من موجب مرگش شدم. حالا اینکه برای من بگن تو چرا حواست به رانندگی نبود، یا میگم خب هزاران نفر آدم هر روز هزاران بار این بی‌اعتنایی رو دارن و چیزی نمیشه، من به نقطه بدش رسیدم. یعنی بدبختانه گفتگوی با اون آدم ها، معذرت خواهیشون و حرفای از این قبیل نقشی آنچنان نداره، ولی اینکه مجازات نمیشن، مخصوصا با یه ذهنی که در اون زمان هم ترسیده هم عصبانی هم اون احساس درماندگی رو میکنه، همه اینا دست به دست هم میده به عنوان یه موضوع مهمی به نظر میاد. ولی واقعیت مسئله این است که اونا خیلی کمک نمیکنه. به همین جاست که خودتون اشاره کردید که این مقدار کار روان درمان اینها به جایی نرسیده، یا حداقل اون چیزی که مورد نظرتون اتفاق نیفتاده. من فقط این پرسش رو داشته باشم، غیر از در رؤیاهای شما اصولا در طول زندگی و روزانه این موضوع وارد میشه که مسئله و مشکلی براتون وجود داره؟ چون دختر خودم 12 سالشونه، یعنی به نظرم میاد اصلا اینا رو دارم اوور پروتکت میکنم و فکر میکنم مثلا شاید اینا رو زیادی دارم بدبین میکنم، دست خودم نیست، فهر کس کوچیک یه ذره به اینا یه جوری نگاه میکنه مثل یه ماده باب حمله کنم بهش. خب فکر میکنم این خوب نیست، یعنی اگه من اینجوری نبودم. بعد هم آقای دکتر مثلا خیلی ها میان میگن یه بار دو بار مثلا سه بار به من تاچ شدم، به من تجاوز شده. من 2 سال خورده‌ای تو اون خونه، هیچ کس منو نجات نداد. فرق میکنه، قبول کنین فرق میکنه. یعنی شاید پاک کردن اونا شاید آسان در باشه. من همین الانش هم توی بیداری هم احساس میکنم هنوز دستام جزیفه، هنوز بدنم جزیفه، نمیدونم اصلا. البته این قسمت آگاه رو با شما میتونه یک خانم یا برخی از اوقات مردانی که به نوعی شما یه اعتمادی بهشون میکنید، یعنی روانشناس یا روانپزشکی، اون قسمت بیداری رو میشه کمک کرد. قسمت خواب رو از اون تکنیک EMDR استفاده میشه. جونم آقای دکتر در خدمتتون هستم. تمنا میکنم. من پرسشم این است که تا به حال از تکنیکی که به اسم Eye Movement Desensitization Reprocessing هست کسی یا EMDR بهش میگن استفاده ای کردید یا نه؟ میدم، ولی نه استفاده نه. ببینید عزیز، اساس این رو اولا یه توضیح میدم، بعد مطالب دیگه هم هست مایلم باتون در میون بگذارم. اساس این تکنیک این هست که فرض رو بر این میگیره که ما برای گرفتن سم و زهر
یه حادثه یا حوادثی که تکرار شده و انرژی روانی اونها احتیاج به این داریم که بتونیم به یک اعتبار ضمیر یا ذهن یا مغز رو در هر دو قسمت چپ و راست مغز تخلیه کنیم. یعنی اساس نظریه اینه، در حالی که شما در کار روان درمانی و تراپی فقط یک قسمت رو. من اجازه بدید که ما اینجا چون کانستراکشن داریم، من بخوام از اتاق فرمان که اگر میتونه یه قسمت دیگه پیام ها رو بره، چون اینا قول دادن تمامش کنن و من بتونم برگردم در خدمت باشم. مثل اینکه طبیعت رو عرض کنم، همسایگان ما هم نمیخوان، مثل که تموم شد. بذارید حالا این گرفتاری رو داریم، از این بابت هم بسیار متاسفم. خواهید بخشید تا اون وقتی شما حرف میزنید من میتونستم سیستم رو ببندم، ولی الان نه. ولی خب این دوستان هم رحم نمی کنن. ولی به هر حال این تاق و توق هم برمیگرده به زندگی سخت همه ما که در دنیای مورد. شما مثل این که از این بابت هم میتونی در یه موقع مسابقات عرض کنم المپیک شانس و اقبال و اینا بود لطف کنید شرکت کنید و برنده جوایز. من خیلی تونستم به خیلی ها کمک کنم، خانواده‌مون دیگه واقعا اصلا مطمئنم عزیز، مطمئن. نه اصلا روحیه و حال شما برای من کشیدم بالا. یه خیریه داریم برای بچه ها، چون من بچه ها رو خیلی دوست دارم، اینا خیلی من آروم میکنه. ولی اون اصل مطلبه، نه اینکه چرا. نمیدونم چرا، من همه رو میتونم ببخشم. من پدر مادرم خیلی متنفر بودم به خاطر اینکه هیچ کمکی به من هیچ وقت نکردم، ولی الان خیلی دوستشون دارم، بهشون خیلی کمک میکنم، خونه زندگیشون رو درست کردم، موقع معانشون رو میدم و خیلی دوستشون دارم. ولی این آدم رو اصلا باور کنی نمیدونم، اگه بدن دستم فکر کنم بتونم یه بله خش. ببینید خانم دکتر، البته شاید این حرفای من در این زمینه اونقدر کمک نکنه، ولی یه دفعه دیگه مطلبی که خدمت نه مطلبی که خدمتتون عرض کردم رو تکرار میکنم، برای اینکه ببینید موضوع چقدر عجیبه. یعنی درست مثل مردمان نادانی که در گذشته، فرض بفرمایید چون پزشک هستی درس میکنم، با یه بیماری مصری روبرو میشدن و بعد میریختن تو معابد که دعا کنن برای که بیماری رو نگیرن و همون سبب میشد که بیماری رو به هم منتقل کنن، چون خبر نداشتن. یعنی اینقدر بیگناه و بی اطلاع سبب میشدن که موجب مرگ بشن، به طوری که جمعیت انگلستان دو بار در هزاره دوم به خاطر یه نوع طاعونی که از طریق کشتی ها، طاعون موشی بود که موش ها منتقل میکردن، تقریبا جمعیت نصف شد. یعنی نیمی 50% مردم رو کشت، ولی دلیل اصلیش معابد بودن، یعنی دعاهای به ویژه روزها و مثلا یک شنبه در کلیساها. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم این تشابهی نداره، ولی نمیدونم شاید یک کمی کمک بکنه. هر چی شما در خصوص اون آدم بخواید بفرمایید و من ازتون میپذیرم، ولی گفتم مطالعاتی که رو این آدم ها شده، حتی کسانی که بزرگ سال بودن، حالا اونایی که بچه بودن قبل از 16 سال اصلا قصه یه چیز دیگری بوده. یعنی به یک بازی و یه ارتباط بی اثری در ذهنشون بوده، حتی بعد از اون هم نشون میده نشانه این که یه شخصیتی باشن مثلا خیلی گرفتار یا بیمار نبوده. اشکال کار در یه چارچوب فرهنگی است که برخی از اوقات تو محیطایی که باورها در جهت روابط جنسی عجیب و غریبه، تعجب نکنید در یه جامعه ای قابل قبول فکر میکنم. هرگز قابل قبول نیست در یه جامعه مانند جوامع بسته مذهبی این تعجب نکنید که بسیاری از پسرها با تخیل اعضای خانوادهشون خود ارضایی میکنن. علتش این است که تنها دسترسی یا تخیلی که از نسبتاً بدن کسی دارند برمیگرده به اعضای خانواده، چون بیرون همه پوشیدن. یعنی میخوام به شما بگم چرا وقتی که عرض میکنم مسائل جنسی اصلا پیچیده ترین موضوعی است که هیچ کس نمیتونه راجبش نظر داشته باشه. اینو فقط به خاطر این خدمتتون عرض میکنم که اگر این مرد بیاد دو تا کار رو بکنه، یکی به پای شما بیفته، حتی دست و پای خودش رو به خاطر تجاوز و خیانتی که کرده قطع کنه، یا اینکه شما
تو بیمارستان روانی او رو بستری ببینید که به عنوان یه بیمار روانی، حالا هرچی انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردرز، سایکوپات، سوسیوپات، هرچی روش برچسب زدن، متوجه خواهید شد که فرق چندانی برای شما نمیکنه. الان در نبودش مسئله است و بعدم متاسفانه بقایای این مسئله در ذهن شماست که عرض کردم اون تکنیک EMDR این کارو میکنه. عرض من خدمتتون این بود که در تکنیک های عادی روان درمانی، حتی دارو درمانی، شما به یک اعتبار میشه گفت سمت چپ مغز رو از یه چنین خاطراتی خالی میکنید، یا انرژیش رو و یا زهر و سمش رو میگیرید. حالا نه اینکه خاطره پاک نمیشه، ولی مثل که یه پاککنی روش میکشید، چون انرژیش و سم و زهرش رو ازش میگیرید. اما سمت راست باقی میمونه و بعد از یه مدتی اون اطلاعات از سمت راست و اون حالات و حتی احساسات از سمت راست به سمت چپ دوباره منتقل میشه. بنابراین میمونه، یعنی این همون چیزیست که سبب مسئله وسواس به یک اعتبار میشه. از شما یه چیزی رو میپذیرید ولی از جانب دیگه. حالا کاری که تو EMDR میکنن این است که شما رو توی شرایط هیپنوتیزم میبرن، تقریبا هیپنوتیز، و بعدا از شما متاسفانه میخوان برای یه وسیله آدم متخصص که اون حوادث رو در یه حدی یا یکیش رو یا چند تاش رو یا اوجش رو به نوعی به خاطر بیارید، یعنی ری اکسپریانس کنید، تجربه کنید، و در اون زمان یا در دست شما دو تا مثلا مثل تاس تخت نرد میگذارن که اینا یه تکونی میخورن، یعنی مثلا فرض کنید هر چند ثانیه به چند ثانیه تکونی میخورن و یا صدایی هم ازشون در میاد. یا برخ از اوقات تراپیستا، اگر هم مثلا شما اگر خانم هستید، یه خانمی باشه که باش راحتید، پشت سر شما میسته، روی شانه های شما به یه نظمی دست میزنه. وقتی که این کارو میکنن، مردمه که چشم شما میره به سمت راست، وقتی که اون تو دستتون حرکت میکنه و صدا میکنه یا روی فرض کنید بازوی شما زده میشه، و وقتی که میزنن سمت چپ میره سمت چپ. بنابراین در حالی که کار هیپنوتیز صورت میگیره، دو طرف رو با توجه به بازگو کردنش تخلیه میکنه و این تکنیک بعد از چند بار در حقیقت شما رو بیش از هر روش دیگری که یک طرف عمل میکنه دو طرف خالی میکنه. بنابراین اون زهر و سم و تأثیر بد و منفی نیست، درست مثل قانون ظروف مرتبطه که وقتی که با هم مرتبط هستن، خب شما اگر یه مقدار مایه رو از یه سم بردارید، از اون سم میاد باز دو مرتبه تعادل برقرار میشه. حالا اگر بتونن از دوتاش بردارن یا رابطه رو قطع کنن، در حقیقت اینو پاک کنن بعد اونو پاک کنن یا هر دوتا رو با هم پاک کنن، زمینه ای رو فراهم میکنن که اونجا پاک بشه. این تکنیک EMDR اگر وسیله فردی که کمی تو این زمینه آگاهی و تخصص داره صورت بگیره و هیپنوتیزم شما رو عمیق و سنگین کنه، کمک کنه. دوم، بعد از اون شما نه تنها قراره به واسطه یه آدمی که تا حدودی دانایی داره و شما باورش دارید، همه موضوع مطرح بشه. مثلا ببینید، شما در ذهنتون تیکه تیکه هایی هست. چرا مثلا میدونستید امشب در خطرید ولی مثلا به اون سمت اتاق رفتید، یا مثلا با پدر و مادر چنین یا چنان کردید، امیدتون این بود که مثلا اونا متوجه بشن، مواظب باشن، اون اتفاق نیفته، ولی اون اثر نکرد. حالا تو اونجا کمکتون میکنن که اونجا متوجه بشید مکانیزم های دفاعی شما در حد یه بچه 10 یا 12 ساله چگونه کار میکرده و بیش از این از خودتون انتظار نداشت باشید، چون هنوز در گوشه ذهن شما متاسفانه اون احساس کمی تقصیر هست. یعنی یه جوری که من مثلا باید این کار میکردم، من باید میگفتم، من باید مثلا این بازی رو در بردم که تو بزرگ سن کتک خوردم از بدرم فرنگی، من میگفتم چرا این اینجاست، من اذیت میشم که این اینجاست، کتک میزدن. خب اون موقع خیلی همه ما رو کتک میزدن، ولی با اینکه بدرم معلم روانشناسی ولی میزد دیگه. حالا آخه اونا رو که میدونید در این حد بود که متاسفانه بعدم ببینید، بعد شما خود دست از سر خودتون که بردار نمیدارید، گفتید من باید میگفتم یا من باید اینگونه از خودم دفاع میکردم، در حالی که در اون زمان مطلقا چنین توانایی دفاعی نداشتید. یعنی تمام اون احتمالات همچنان در ذهن شما هست. دیدم میکرد اگه این کار کنی مثلا این دفعه این کار میکنم بدتر میکنم، بیشتر من متوجه هستم. یعنی شما در اون سن، ببینید عزیز، حتی 1 در میلیون
یک در میلیون یه دختر بچه در 11 ساله در یه چنین شرایطی با توجه به آنچه که باورهای محیطشه امکان نداره که رفتاری داشته باشه که بتونه به این ماجرا پایان بده و یا به اندازه یک میلیونیوم تقصیر داشته. خودم هنوز فکر میکنم باید چیکار میکنم. چون تا زمانی که ببینید اینجا رو شما عرض میکردم که دو تا اتفاق بیفته، چون مواردی مانند شما رو من داشتم، دو تا اتفاق بیفته، یکی در هوشیاری در سطح آگاه باید باتون بحث و گفتگو کرد مثل الان که به اون نتیجه برسیم، دوم تو هیپنوتیزم عزیز. تو هیپنوتیزم مثلا من اگر دوستی بوده پایین میرفته، حالا بعد گفته نه من میتونستم یه کاری بکنم، مثلا من میتونستم مثال یه چاقو و کارد بردارم و بهش بزنم، مثال دارم عرض میکنم برای که چیز توی ذهن توی حتی به اینا هم فکر، حتی اون موقع هم به اینا فکر. حالا به همین جهت است که اون باید بیاد به صحنه آگاه و اون یعنی باید بیاد تو هیپنوتیزمتون و در اونجا باید باش برخورد کرد که این کار شدنی نبوده و امکان نداشته یه دختر 10 ساله بتونه تو این زمینه کاری بکنه و میتونسته بقیه اعضای خانواده رو حتی به خطر بیاندازه. یعنی شما رو باید اونجا نه تنها در قسمت آگاه، در قسمت ناآگاهتون هم باید شما رو قانع کرد که شما هیچ کاری بودی تو هستی. برای که چیز ماجرای بخشیدن اونا به خاطر خلاصی خودتون و الان نادانیشون، بیتوجهیشون و بعد باورهای بیمارگونهی که مثلا عضو فامیل، چون اساس اینه دیگه، خانواده خوب است و دوست، غریبه بد است و دشمن. بدونین یه تفکر بیمارگونه این چنین، در حالی که متاسفانه میدونم بسیاری این حرف من اذیتشون میکنه، ما اگر 100 تا بیمار روانی داریم 80 تاش به خاطر پدر مادرش، یعنی اصلا تردیدی وجود نداره که اونا همه بعد برگردیم همه رو نفت بکنیم و بخوایم مشکلات رو بنازیم سر دشمنانمون یا از ما بهترانی که یا یه جای دیگه هستن یا تو کشور دیگه هستن. گرفتاری این ماجرا که نپذیریم واقعیت و مسئولیت رو از اونجا میاد. ولی یه پروسس عزیز، در حقیقت ببینید شما مثل یه رنگی که بر یه لباسی هست، هر دفعه شستشو یه مقداری اون رو از بین میبره، ولی این یه لایه باید بره که لایه دوم روی اون سطح بیاد که باز مانند پوستی که حالا اومده دوباره اونو به شما بتونید تمیز کنید و بره و این یه مقدار کار میبره. ولی شما هم EMDR میخواید، هم در حالت آگاهانه باید با این موضوع برخورد کنید، حتی بشه باهاتون یه بحث و جدلی داشت و گفتگویی کرد که بنش، هم در جهت هیپنوتیزمتون، یعنی یه کسی شما باید ببره که اون قسمت لایه های پایین یه چیزای اینجا اونجا هست از توش چیزی در بیاری و بعدم مهم البته اینه، یعنی اصلا خوشحالی من از این است که در این ارتباطاتی که داشتید بعدش یا ازدواج ها خوشبختانه با کسانی روبرو شدید یا با کسی روبرو شدید که تونسته شما رو حس کنه، احساس کنه و بفهمه و اون اصلا حیرت انگیزه. و منو بلیم همه در واقع اگه به کسی بگی اول شروع میکنم به سرزنش کردن این آدم، ولی اثری که شما فرمودین که دیگه چی تو زندگی داشته، اثری دیگه این بود که من مثلا شاید به این خاطر بوده ولی من به این باور هستم و خیلی هم روی این سعی میکنم تبلیغ بکنم، حالا یا کاری دستم بیاد کاری فرهنگی بکنم که مردم بیشتر ادابت کنم بچه رو، به خاطر اینکه واقعا یه بچه ای مثل من، خب همه میتونه بچه دار بشن دیگه، این کار خیلی خاصی، مهم اینه که آدم بتونه یه بچه که هیچ کس نداره واقعا لیاقتشو داره اون بچه رو که هیچ کس نداره فقط به مایتی کشته بگنه جنه ما هم. من این باور منه ها، اصلا هیچ چیزی ندارم، میگم شاید هم متأثر از اون داستان باشه ولی خودم بدون اینکه اصلا هیچ ترای بکنم برای هیچی، فقط از اون همسر میخواستم اجازه بدن که این بچه رو من بیارم، با اینکه مریض بودن، با اینکه مشکل خیلی داشتن، دور همکارا من مخالف بود، ولی آوردیمشون ماشاءالله الان خیلی خیلی خوبن، در واقع اونا خیلی به من کمک کردن، خیلی خیلی زیاد و انقدر این تجربه خوبه که دلم خواست همه بدونن. نه اون حتما، یعنی فرزند خان نه ببینید عزیزم، من اینو خدمتتون عرض کنم، من گفتم هیچ موهبتی، هیچ واقعا نعمتی بالاتر از این نیست که من به اینجا برسم که در شرایط خاص خودم
فرزند خوانده داشته باشد. شما من بگید یک کسی 1,000,000 نفر از مرگ نجات داد، یک کسی مثلا با کارش، مثلا یک کسی میخواست بمبی رو منفجر کنه مانع شد، اگر اون بمب منفجر میشد 100,000 نفر میمردن و بنابراین او رو به عنوان یک قهرمانی میشناسید که جان 100,000، ولی هیچ وقت این کارا تداوم که نداره. شما کسی 1,000 دفعه نمیشه. تنها موردی که شما لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه سبب میشید یه موجود از نابودی و از بین رفتن نجات پیدا کنه، وقتی است که شما میرید سراغ فرزند خواندی. یعنی در اینجاست، به همین جاست که من تو کار تراپی این یه واقعیت دیگری است عزیز. من شاید بیش از 10 مورد داشتم که بچه های فرزند خوانده خوبیشون، ستایششون، قدردانیشون، قدر شناسیشون از پدر و مادرشون اصلا قابل مقایسه با بچه های طلبکار امروز از پدر و مادر نیست. میدونی اون خودش یه جنبه دیگری رو در اونها روش داده که با این واقعیت و حقیقت روبرو شدن که از این طریق تونستن چه بکنن. و باز اجازه بدید چون شما هم از این فرصت استفاده میکنید، من از این فرصت استفاده کنم. چرا من نظرم این هست که هیچ وقت هیچ کس در حالت خواب و بیداری قرار نیست بدنش به بدن دیگری، خواهرش، برادرش، پدرش، مادرش بخوره. چرا فرض من بر اینه که از یه سنی که میگذره ما باید این خطکشی رو داشته باشیم؟ چرا ابدا این رو نمیپذیرم که ما فکر کنیم خواهر برادر، حتی در یه جایی مانند امریکا یا اروپا که بچه ها خانه دوستاشون میرن، همینقدر که شما من بگید که دختر یا پسر 8 ساله من میخواد بره خونه دوستش، اما یه خواهر و برادر 4 سال بزرگتر داره، من راحت نیستم، فقط به خاطر بالا بودن سن. هیچ دلیل دیگه هم ندارم. یعنی معتقدم پدر و مادر یه چنین مواظبت و مراقبتی رو باید بکنن. ابدا بچه ها نمیتونن و نباید مواظب خودشون باشن. ابدا پدر و مادرم که باید مواظب باشن. مثل اینکه من که پشت فرمونم تمام لحظه ها باید حواسم به رانندگیم باشه، برام موجب ای بسا مرگ خودم و دیگران میشم. ابدا نمیشه بچه ها رو گذاشت. همطور که اشاره کردید هیچ بچه‌ای در 4 سالگی، 8 سالگی، 12 سالگی، حتی 16 سالگی تو این گونه موارد توانایی رفتاری رو که مناسب باشه و بتونه از خودش دفاع کنه رو نداره. برای که اصلا این موضوع یه جور دیگه ای مغز رو به هم میریزه و فرد رو در یه دنیای محدودی میگذاره که به هیچ وجه توانایی راه و روش درست رو انتخاب کردن رو نداره، مگر بر اساس تصادف اتفاقی بیفته. بنابراین این وظیفه پدر و مادره که اصلا نمیتونن این کار کنن. و اصولا وجود افراد بزرگسال تو خونه ها وقتی که اون ارتباطات خواهر و برادری نیست تقریبا همیشه اشتباه، یعنی که اون باور عجیب و غریب که بیایند و ببانند رو دارد. حالا اگه دلتون میخواد میتونیم پیام‌ها رو بشنویم، با هم صحبتون ادامه بدید، ولی اگر فکر کنید تا حدود حرفا اون رو زدیم یا شما حرفی برای گفتن ندارید ازتون خداحافظی کنم، هر جور که میل شماست. خیلی ممنون از کمکی که کردین. خود مسلمان خیلی خیلی همینجوری هم خیلی من آروم کردیم. خیلی زیاد مطمئنم خانم دکتر، اصلا توانایی شما فوق العاده است. شما به جای اینکه در مسیر بد و منفیش حرکت کنید که اصلا اجتناب ناپذیره برای که واقعیته، شما به فکر ساختنش و درست کردنش در بیشتر زمینه های مرتبط کردید که نمونه برجستش ماجرای بیان این مسائل و فرزند خواندگی است که موجب یه هوشیاری و آگاهی میشه. و به همجاست که ای بس و الان ده ها، صد ها، 1,000 نفر آدم متوجه شدن که یه گونه دیگه ای باید مواظب بچه هاشون باشن. حتما باید مواظب بچه هاشون به گونه و نوع دیگری باشن، بدونی که بچه ها ازش خارج. آقای دکتر قبل از این که چیزهای دیگه شروع کنیم، من چون زیاد امریکا میام به خاطر اینکه یو اس لیتن دارم، اونجا باید کاری مالی یعنی پتت هم بفروشم، قراره به زودی بیام. فکر میکنین این کار بیام اونجا انجام بدم یا پیش همکارم توی ایران انجام بدم؟ نه اینجا اگر همکارانی هستن که واقعا این دورها رو گذروندن میتونن، ولی اگر امریکا تشکردین اینجا اتفاقا خانومی هستن که در این زمینه بسیار آگاهن، البته در منطقه اورنج کانتی زندگی میکنن، در شهر لس آنجلس نیستن. اگر خواستید کمال میل و مطمئنم که با شما فرصت لازم رو میدن، چون در این زمینه تجربه بسیار دارن و کارشون هم بسیار بسیار خوبه. من اذیت شدم تنها موقعی که باورتون نمیشه اهلونه الان چقدر احساس آرامش میکنم. اصلا وحشت داشتم به شما زنگ بزنم و اینا رو بگم، ولی شما فوق العاده این واقعا.
نه لطفی. ببینید عزیز، من چرا خواستم مورد خودم رو، به دلیلی که اگر متوجه نبودم که هزاران هزار آدم ها میتونن آسیب ببینن وقتی توجه نمی کنن، ماجرایی که مایل بودم خدمتتون میگم، بعد برمیگردم با هم صحبت داشت باشیم. بچه های من از سن خیلی کم، هم پرهام و فرید، اینا توی تیم های بسکتبال بودن، این فکرم حتی 5-6 سالگی مثلا پرهام شروع کرد، به دنبالش هم فرید، و اینا تقریبا شنبه شنبهشون با بسکتبال میگذشت. به من پسر کوچیکم فرید آمد گفت که ما یه بستا برتی پارتی تولده و ضمناً هم بچه ها همه اونجا میخوابیم. 7-8 تا بچه های بودن یا کمی شاید بیشتر تو همین تیم بودن، و خانه یکی از کوچ ها بود، از اون مربی هاشون بود. گفت خونه این است که تمام پسر خود اونم در حقیقت جز بازی کنا بود، یعنی پسر و پدر هر دو توی تیمی بودن که هم سن و سال فرید بودن. منم که همیشه با این کار موافق، گفتم حتما. ولی بعدا تو گفتگویی که گفتم خونشون کجاست و مثلا خواهر داره برادر داره اینا، متوجه شدم که این کوچ از ببخشید از همسرش جدا شده، یعنی الان این کوچ تنهاست. خب من دیگه الان دیگه راحت نبودم که فرید شب اونجا بخوابه، بنابراین بلافاصله با برادرم که یه فاصله 2 ساعته با من داره یا داشت، الانم همچنان داره، زنگ زدم و گفتم که ما میخوایم، ما معمولا شنبه ها میرفتیم اونجا که یک شب هم میموندیم، 2 روزه، چون به هر حال 2 ساعت میرفتیم 2 ساعت میامدیم، 2 روز با هم باشیم. ولی این دفعه چون این تولد شنبه بود، گفتم ما برخلاف همیشه یک شنبه میایم، ولی اولش زود میایم، خیلی صبح زود میایم که اصلا صبحونه رو با هم باشیم، و ترتیب یه چنین قراری رو دادم بدون که با هیچ کس حرف بزنم. چرا؟ و به فرید گفتم فرید جان تو برتی پارتی تو میتونی بری، هیچ مسئله نیست، ولی هر وقت که اینا رخت خوابا رو انداختن ساعت 12-1-2 فرق نمیکنه، تو من یه زنگی میزنی، من میام تو رو برمیدارم. چون اونم اشتیاق داشت که بره خونه برادرش با پسرمو ایناش بازی بکنه، که ما میریم اونجا صبحونه، میریم اونجا میخوریم، اونم خوشحال بدون که اصلا متوجه بشه چه خبر. حدود ساعت 1 به من زنگ زد، به ساعت 1 من زنگ زد که پدر همه دارن من رخت رفتم وجودم بستا اون سلیپینگ بکارشون رو انداختن، بچه‌ها و دارن یه دشون توی اونجا اصلا دم دارن میخوابن. برام این فریدم خوشحال چون تو زمانی که اونا بیدار بودن با اونا بود، آمد و رفت و هرگز هم متوجه نشد، ولی وظیفه من بود که از اون مواظبت و مراقبت کنم، چون شما هیچ وقت نمیتونید به بچه‌ها بگید مواظب خودتون باشید. من همین میگم، من میگم اوور پروتکت میکنم، یه وقت فکر میکنم نکنم دارم زیادی. نه، اونو باید مواظب باشید، البته بعدا میشه جبران کرد و درستش کرد، ولی وظیفه ماست که مواظب باشیم. مثل که من همیشه تو ماشین میگم محکم بشینید، ما الان ممکن تصادف کنیم. خب من راننده باید درست رانندگی کنم تا اینکه بچه‌ها مواظب باشن، محکم بشینن، تصادف کردن به در و دیوار اتومبیل نخورن. به هر حال مطمئن هستم که از دختش برمید. خوشحالم که موجب این گفتگو شدید، خوشحالم که چنین حالی باشید، ولی خوشحالم شما که مطلبی هست بفرمایید. نه متشکرم، خیلی خیلی ازتون ممنونم. حالا ایشالا در مورد های دیگه بعدا با تو صحبت میکنم، یه مسئلت هایی در مورد بچه دارم، ولی تو این ترجیح میدم این موضوع هم اینجا بسته بشه به نظرم، اگه بقیه هم بشنفن اینا خیلی خوب میشه. حتما. به حال بسیار خوشحالم خانم دکتر که روی خط اومدید، خوشحالم از شمایی که بیش از این که مواظب خودتون باشید، مواظب دیگرانید و متوجه اهمیت یه چنین آگاهی هایی هستید، و این سبب شده که این لطف کنید تو روی خط بیاد. حالا اگر روزی تشورد اینجا و اوضاع خوب بود و اون عزیزم که عرض کردم اورنج کانتی هم برخی از اوقات تو دفتر من هم این کارا رو انجام میدن، شاید حتی فرصت و افتخار دیدارتون هم داشته. قربونتون برم، چون کالیفرنیا میام. مرسی آقای دکتر، من همیشه شاگرد شما، از شما خیلی چیز یاد گرفتم. قربونتون، متشکرم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگرجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.